درست کرد. بیا بشین غذا تو بخور. بذار مامان بیام. فاطمه گل برو عمت صدا کن بیا، درم باز گذاشته، خونه سرد شد. بودو نترس، نیومدم بهت صدمه بزنم. واسه چی اومدی؟ عمو مصطفی اومده. چی؟ بری کنار ببینم. هی راهمی، راهمی وایسا، با ما زب باش راهمی. دست بهش نزن داداش. وایسا فاطمه گل برو کنار عوضی. داداش وایسا، وایسا خودو خودت کمکم کن. کاری نکن داداش. داداش آروم باش. به من نگو داداش، من داداش تو نیستم. داداش چیزی نیست. واسه چی اومدی؟ من تازه همه چی رو فهمیدم. خب این چی عوض میکنه؟ کریم بوده خودتو برسون. چی شده؟ مصطفی اومده. چی؟ مصطفی اینجاست. بودا آقا لطفاً وایسین، برمیگردیم. چی شده کریم؟ زندگی زنم در خطره، باید برگردیم. خواهش میکنم برگردیم. زود باشیم. وقتی به هم خبر رسید وسط دریا بودم. وقتی شنیدم دیوونه شدم. از شدت خشم نتونستم به هیچی فکر کنم. همه فکر خودشون بودن. از همه بیشترم تو. فاطمه گل نمیتونی بفهمی چیا کشیدم. تو چی؟ تو میدونی من چیا کشیدم؟ فقط فکر غرور خودتو کردی، رو تو برگردوندی و رفتی. بعدشم به من چیز دیگه ای گفتم. اگه بهم گوش میکردی میگفتم. منتظر شدم به توضیح بدم. با خودم گفتم مصطفی نجاتم میده، ولی تو حتی بهم گوش نکردی، همون لحظه رفتی. فکر کردم داری از اون دفاع میکنی، هیچی نمیدونستم. من بهت اعتماد کرده بودم، ولی تو دستمو نگرفتی، وسط آتیش ولم کردی. بس دیگه، باش حرف نزن. تو هم برو دیگه، برو. خونم آتیش زدی، خونمونو. امیدم آتیش زدی. تو من آتیش زدی مصطفی. فاطمه گل خواهرم. مصطفی برو دیگه، بسه. فاطمه گل تو هم برو خونه، به خدا منو میکشین آخر. چرا ساکت موندی؟ چرا با اون ازدواج کردی؟ برو دیگه، برو. وقتی تو از فلاکت من فرار میکردی اون ازم محافظت کرد. هر چقدرم که پس باشه حداقل قبول کرد تاوانی کاریو که کرده پس بده. مثل تو فرار نکرد. به اندازه این جسارت داشت که بمونه و با کسافت کاریش روبرو بشه. فاطمه گل ببین، اینقدرم واسم ارزش نداری. حالا گم شو برو از جلوی چشم، دیگه بیشتر از این کوچیک نشو. گم شو برو. برو یلا یلا برو. برو دیگه، برو. این پلیس هم اومد. برو دیگه، نیا. وایسا لعنتی، فرار نکن. کریم بلش کن بذار بره. چیزی نیست. چه خبر اینجا؟ هیچی نیست، سوء تفاهم شده بود. چیزی نیست. فاطمه گل به حسابش رسید و فرستادش رفت. فاطمه گل شما به کریم زنگ دادین؟ بله. شما هم باید با ما بیان اداره پلیس. شما هم بفرمایید. مریم جون تو پیشش بمون. باش. Thank you.
نامزد سابق دخترمونه. نتونسته قبول کنه فاطمه گل دیگه زن کریمه. همش مزاحمت ایجاد میکنه. آره مزاحمت ایجاد میکنه. اون روزم اون به خونه حمله کرده بود، تو رو کتک زده، زنتو تهدید کرده. چرا شکایت نکردی؟ نه نه لازم نیست. ما جلوشو گرفتیم چون خیلی ترسیدیم. ترسیدیم دوباره بیاد. ما جلوشو گرفتیم. داستان شما به نظرم یکم پیچیده است. اول یه بدکاره دنبال زنت افتاده بود، الانم نامزد قبلیش. زنرم اون فرستاده بود دیگه، بعدن معلوم شد. با خانواده یاشارانا چه ارتباطی دارین؟ ما هیچ ارتباطی با اونا نداریم. آخه خواهرت وقتی نگران بود زندگی در خطر باشه میگفت اونا مقصرن. همسرت هم تایید کرد. تو اون مورد سوء تفاهم شده. تو حقیقتو نمیگی. بذاری من بگم قربان. یاشارانا با مریم خانم اهلیه ده کردن. اینا یه خونه ازش خریده بودن. مریم خانم هم بعدش پشیمون میشه که ارزون خریدن و اینا. دعوا میکنه باهاشون. واسه همین بینشون خصومت به وجود میاد. اینم که هر اتفاقی میفته میندازه گردن یاشارانا. حالا به شما اینا رو میگه، نمیدونم تو خونه واسه ما چه داستانایی میخواد سرهم کنه. اوف. کریم تو هم یه چیزی بگو دیگه، همش من حرف میزنم. به جز اون چیز دیگه ای نیست. نیست. تو روزنامه محلی در مورد سلیم یاشاران یه سری خبرها چاپ شده. خبر دارین؟ شنیدیم شنیدیم. بعد از رفتن ما از دهکده یه همچین حرفایی در اومده، ولی نمیدونیم جریان چیه. نمیدونیم. همش با خودم فکر میکردم که اگه یه روز باش روبروشم چی کار میکنم. با خودم میگفتم یعنی میتونم ببخشمش که منو ترک کرده و زود یکی دیگر رو پیدا کرده. میگفتم اگه بخواد منو بکشه التماسش میکنم که نکش. میدونستم نمیکنم، ولی بازم میترسیدم یه موقع وقتی ببینمش شاید همه چی یادم بره. خشمم همه چی رو پاک کرده و برده، هیچی درونم نمونده. ولی هرچی خواستی بهش گفتی مگه نه؟ الان حتما کلی راحت شدی. درونم خالی خالی شده، ولی بازم راحت نشدم. اصلا سبک نشدم که. یه پوچی بزرگ درونمه. سنگینی اون پوچی رو حس میکنم. مثل این که دارم با یه دشمنی که نمیبینمش جنگ میکنم. دارم خفه میشم. برای این که هنوزم تحت تأثیر اون لحظه ای. اما میگذره. میدونی که میگذره. وقتی تو از فلاکت من فرار میکردی اون ازم محافظت کرد. چطوره؟ درد داره؟ متاسفانه چیزی که اذیتش میکنه زخمش نیست. ورال حداقل تو اینطوری نگو. هیچ متوجهی که سلیم تو چه شرایط سختیه؟ همه منو مقصر میدونن، ولی هیچ کس به این فکر نمیکنه که من تو چه وضعیه. دارم بهت میگم چند مونده بود بمیره، اون وقت تو هنوز اینجایی؟ مگه دروغ میگم؟ دختره تو آخرین لحظه زنگ زد و گفت باهاش ازدواج نکن. گفت دارم واقعیتو بهت میگم. جند بزنن تو واقعیتش. آخه مگه تو با کریم حرف نزدی؟ مگه همه ی واقعیتو بهت نگفت؟ گفت. پاگیت شدم، نمیدونم کیو باور کنم. ای بابا، آخه یه مسئله ناچیزو این همه طولش میدی؟ واقعا باورم نمیشه. صبح خیر. صبح خیر. دارن پانسمانش عوض میکنن. مامانت زنگ زد، رسیده، داره میاد. بهش گفتم سلیم خونریزی معده کرده. کار خوبی کردی. خیلی خوب، من میرم پیاده روی. ملتم بایسته، منم باید بیام یکم هوا بخورم.
جلوی مامورا رو گرفتین، پس بازم نمیخواین ازش شکایت کنین؟ نه آخه کاری نکرد، فقط اومد حرف زد. آره حرف زد و رفت. کریم، طرف کتکت زده، تهدیدت هم کرده، پس چرا ازش شکایت نمی کنی؟ چرا می ترسی؟ من از هیچی نمی ترسم. اومد و دلشو خنک کرد رفت. دیگه نمی خوام بیشتر از این طولش بدم. راست میگه دیگه. چرا آرامشمونو به هم بزنیم؟ خود خودش لعنتش کنه. میگم مردم کجا رفته بود اول صبحی؟ چیزی شده؟ با شما ما چه خبره؟ بریم بریم. با دیوونه از مردی که اول صبحی مست بود؟ برگام میگی بخیر. طوری نگات میکرد که انگار میخواست بکشتت. بینتون چیزی شده بود؟ ها؟ نه چی میخواد بشه آخه؟ ای بابا اردوان به این خیلی رو داده، فکر میکنه چیه؟ عجب اومدی، مصطفی اومده. امین بابا کجاست؟ داره دستاشو میشوره، ما هم آماده ایم. مصطفی خدا رو شکر اومد. خوبی؟ آره بابا. اینطوری نگام نکن، چیزی نیست، خوبم. چه اتفاقی افتاده پسرم؟ همه چیزتونو برداشتیم؟ برداشتیم، مسائلای تو هم جمع کردیم. باشه پس منم برم یه دوش بگیرم. اردوان چی شده؟ مصطفی اینا قراره برن، دارم گوش میدم ببینم چه خبره. لباساتو نذاشتم چمدون که بعد حموم بپوشی. ممنون. کارتو چرا ول کردی؟ مگه نمیگفتی راضی؟ موقعیت بهتری برام پیش اومد. کار دیگه ای پیدا کردی؟ تقریبا. اون کیف مال کیه؟ دست نزن مامان، مال منه. توش چیه؟ مامان باشه نمیپرسم. باشه. میدونی آقا سلیم معده‌اش خون ریزی کرده؟ جدی؟ ایشالله خوب میشه. آره فکر کنم از اعصابشه، بعد اتفاقی که تو عروسی افتاد. خب طبیعیه، اینم فهمیدم که چرا ملتم خانم بیهوش شده بود. یکی بهش زنگ زده، یکی به اسم فاطمه گل بهش زنگ زده. خدا میدونه چی گفته که بعد زنگ اون خنده رو لباش خوش شده. گفتم شاید اون باشه، ولی بعدش فکر کردم و گفتم یه دونه فاطمه گل که نیست. نه آخه بعد اونم تو کارو ول کردی. با خودم گفتم چه خبره، این اتفاقا پشت سر هم افتاد، ولی فکر نکنم اون باشه، فکر نکنم. بعدش هم آخه اون دختره چی میتونه بگه که تا این اندازه همه چیو به هم بریزه؟ گناهکار اردوان یاشاران، گناهکار سلیم یاشاران، گناهکار هورال، گناهکار منم. چرا جواب نمیدی؟ نکنه چیزی میدونی؟ اونه؟ فاطمه گله؟ بسه دیگه، بسه، بسه، زبونتون دیگه، اسم اونو به زبون نیاری دیگه، پشت سرمونم نگاه نمی کنی. پسر به خودت بیا مصطفی. چی شده؟
من میرم پیش سلیم، اونا هم گمشن و برن. مگه تو نگفتی دیگه از اون دختر خیری بهت نمیرسه؟ فاطمه گل دیگه تو زندگی من نیست، هیچ کسی نیست. یواشتر. من اونو کندم و انداختمش دور. اون دیگه واسه من تموم شده. دیگه به ما هیچ ربطی نداره که به کی چی گفته و چی کار کرده. نمیخوام در مورد اون حتی یک کلمه هم بشنوم. سر من داد نزن. درست حسابی به من بگو چرا کارتو ول کردی؟ از قرعه کشی پول جایزه بردم. حالا شد؟ راضی شدی؟ خدافظ. مامان نبند دیگه. به اندازه کافی خنک شده. مراقب نباشی سرما میخوری. اندر خانم داره میاد. من برم به کارا برسم. باش. منم به اون اردوان شلیک میکنم. اون باعث شد که به این وضع بیافتم. نگران نباش، اون به حد کافی ترسیده. بابا اگه اون یارو دست بر نداره چی؟ پولو گرفت، ولی اگه بر نگرد و بره چی؟ میره. میره چون فهمید من کی هستم. حالا دیگه میدونه اگه به من صدمه بزنه خودش چند برابر صدمه میبینه. ولی این مشکل اصلی دختره است. حالا که تونسته به ملتم زنگ بزنه و باهاش حرف بزنه، پس میتونه بیشترشم بکنه. باید حواسمون بهش باشه. همچنین به کریم روانی. جلوی مصطفی وایستاد و همه چی رو بهش گفت. یعنی دارم فکر میکنم ببینم چطور میتونم آدمی که از مرگ نمیترسه رو خفش کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. معدت چطوره؟ باشه باشه، شوخی کردم بابا. مصطفی اومده. وسایلشون رو جمع کردن، تا چند دقیقه دیگه هم گم میشن و میرن. بره به جهنم. موافقم. چی شده؟ چیزی نیست. ببینم چی قایم کردی؟ هیچی. ولی دیدم که هیچی ندیدی. خدا رو شکر، نگران شدم. اومدیم دیگه. کریم چی شد؟ اونم اینا اومدن. هیچی، کمیسر یه چند تا سوال پرسید. چیزایی که شما گند زدیم و جمع و جور کردی، پلیسا رو هم گیج کردی. تو محلم که اسممون به خانواده پردردسر در رفت. جریان اون شب و پلیس فهمیده. پرسید کی بوده و از این حرفا. ما هم گفتیم نامزد قبلیش بوده و از این حرفا. پیچوندیمشون. زیادم دروغ نگفتیم، راست گفتیم. پلیس از کریم پرسید که شکایت میکنی ازش، ولی اونم شکایت نکرد. مورد پاشو برو لباس بپوش. کجا؟ میریم خونه ببینیم. بودو. اینجا امن نیست مریم جان. باید هرچه سریعتر از اینجا بریم. میدونم، منم همش تو روزنامه ها دنبال خونه میگردم، دارم جستجو میکنم. مثلا اومدیم اینجا قایم شیم، ولی کسی نمونده که خونمونو بلد نباشه. حالا مصطفی رو بیخیال، یا شارانا خیلی خطرناکترن. باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم. چرا فرار کنیم آخه؟ واسه چی از اونا بترسم؟ اگه دوباره بیان چی؟ میخوای خونه رو سرمون خراب کنم؟ مگه میخوام تا آخر عمرم از اون بی‌شرفا فرار کنم؟ سایه‌شون ولم نمیکنه؟ نه، زن داداشت میترسه که دوباره بیان. میترسه دوباره بیان. میترسه. من از هیچکی نمیترسم. اگه بازم اذیتم کنم منم ساکت نمیشینم. خودشون میدونن. حق با توئه. اونا هم فکر اینو میکنن. واسه همین شاید مزاحم نشه. شاید. نه خیلی، من جونم از تو کوچه پیدا نکردم. دنبال قهرمان بازی هم نیستم. یارو گفته میام خانواده‌تو میکشم، بعیدم نیست ازشون. من نمیتونم بچه‌مو تو خطر بندازم. یالا رحمی، بریم جونمون رو نجات بدیم. اینا هم هر کاری دلشون میخواد بکنن. ما اگه بریم من خواهرمو اینجا نمیذارم. ول نمیکنم فاطمه گلو. تا کی میخوایم فرار کنیم داداش؟ من دیگه میخوام یه زندگی راحت داشته باشم. نمیخوام از کسی بترسم. نمیخوام با فکر و استراب زندگی کنم. رحمی برو بچه‌رو آماده کن. یالا. میخوام یه کار داشته باشم، کار کنم، مثل همه یه زندگی عادی داشته باشم. چیز زیادی نمیخوای که. حالا که اینطوره باید یه راه حل دائمی واسه این مسئله پیدا کنیم. مریم جون کجا میری؟ مریم جون میرم یکم قدم بزنم. تنهایی. والا اگه سنگم بود ترک خورده بود، اونم دیگه طاقتش تموم شده. اون وقت ما چی بگیم؟ تا
تو خوبی؟ بذاری من میارم. هنوز تاکسی نیومده که. تاکسی واسه چی ماما؟ ماشین اینجاست دیگه. یعنی چی؟ اون ماشین آقا اردوانه. ماشین دست من میمونه. چرا؟ همینطوری. چیزی نگن یه موقع. مامان. مامانم التم خانوم؟ حتما به خاطر آقا سلیم اومده. به کارگرا تاکید کرده بودن خانواده عروس نباید بفهمن که ماه عسل کنسل شده. حتما حالا که اینطوری شده مجبور شدن بگن. خدا بد نده، خیلی ناراحت شده. خیلی ممنونم، بفرم. بریم. مصطفی، جریان این ماشین چیه؟ بیاین سوارشین بابا، خواهش میکنم. ای بابا، ای بابا. کار نمیکنه. هر کاری کردیم کار نکرد. مقدس گفت کریم بیاد ببینیم. دیروزم وقتی من میروندم به زور میرفت. نه خیلی کار نمیکنه. پس من یه نگاهی میندازم. سرشم دیگه کار نمیکنه. باز کن ببینم. بیا ببینم. اینم تاریخ انقضاش سر رسیده. میگه منو عوض کن. بذار کریم نگاه بکنه ببینیم. بریم مامان جون، بیا بریم. بذار کریم یه نگاه بندازه. ما هم سوار تاکسیشیم بریم، دیرمون شده. ما میریم الان. تا وقتی اومدیم درستش میکنی؟ نه درستش میکنی؟ زود باش راه میبریم. بذار نگاه کنم ببینم. از این ماشینم خیلی به ما نرسید. پاک به هم ریخته. از الان خسته نباشی کریم جان. ممنون. اندر خانوم اومدن، تو سالونن. ممنونم. خسته شدم، اینقدر نقش بازی کردم. باید تحمل کنی. مامان جون خوش اومدی. خیلی از دستت ناراحتم ملتم، خیلی ناراحتم. چرا هیچی بهم نگفتی؟ مامان جون گفتم که نمیخواستم نگران شی. اگه کار بی ادبانه اون دختره رو تو روز عروسیت میگفتی الان کار به اینجاها نمیکشید. باورم نمیشه. باید به مامانتم میگفتیم. بشین عزیزم، بشین. حتی اسم طلاقم به زبون آوردی. چطور ممکنه همچین چیزی رو به ما نگفته باشی؟ ساکت بودن سلیم تو این شرایط به معنی قبول کردنش بود که ما نمیتونیم اینو قبول کنیم. دخترم، ما هیچی رو از کسی پنهون نمی کنیم. بعدشم ما الان هممون یه خانواده ایم.
میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ باید یه تیکشو در بیارم و از اول نصب کنم. نمیخوام بندازمش زمین. با این دستامم نمیتونم به جایی دست بزنم. یه پلاستیک بهم میدی؟ یه دونم روزنامه بدی خوب میشه. دستت درد نکنه. میخوای بذارشون اونجا؟ یه قطعش باید کلن عوض شه. یه مدت کار میکنه ولی حتما تو راه آدمو میذاره. بابا چه کاره بود؟ آخه تعمیراتم بلدی، فکر کردم از اون یاد گرفتی. همینطوری پرسیدم. نجار بود. اوستا غالب میگفت تو دهکده از همه بهتر بوده. اوستای من. همونی که وقتی اومدیم اینجا فوت شد؟ میگفت بابات هنرمند بوده. اونا با هم بودن، توی کارگاه شریک بودن. یکیشون آهنگر، اون یکی هم نجار. هم از برق و الکتریک سر در می آوردن، هم از مکانیک. کار همه رو اینا حل میکردن. منم یه چیزایی یادم میاد، تماشاشو میکردم. یه تیکه کهنه میدادن تا منم مشغول شم. منم بازش میکردم و به هم میریختم، دوباره جمعشو میکردم. اینجوری ها دیگه. اون موقع کوچیک بودم. خیلی. چند سالت بود؟ یعنی وقتی مامانت مرد؟ 6. تو چطور؟ من 12 سالم بود. هر دوتاشونم همزمان از دست دادم. با هم مردم. تصادف بود؟ تصادف بود. تراکتور داییم تو را چپ شد. داشتیم از عروسی برمیگشتیم، کلی ماشین رفته بود روستای همسایه. من و داداشم توی یه ماشین دیگه پشت سرشون بودیم. دیرتر از اونا اومده بودیم بیرون. تو راه یه شلوغی دیدیم، ژاندارم و پلیس و اینجور چیزا. وایسادیم و نگاه کردیم. اونا بودن، مامانم، بابام و داییم. خدا رحمتشون کنه. مریم جون خوش اومدی. ممنون. چی کار داری میکنی؟ هیچی، خراب شده داشتم تعمیرش میکردم. تو چه خبر؟ کجا بودی؟ منم یکم قدم زدم. مریم جون، فاطمه گل برای اولین بار با هم حرف زد.
اولین بارش بود. از مامانم پرسید، از بابامم همینطور، از مامان بابای خودشم تعریف کرد. برای اولین بار یه چیزی رو با من تقسیم کرد. خیلی خوب شد عزیزم، میبینمت. خوش اومدی. ممنون. میخوام چایی دم کنم. باشه، اما من میرم یکم دراز بکشم. یه دقیقه بیام. خواهش میکنم خودتو ناراحت نکن. ببین اونطوری که میترسیدیم نشد. همه چیو فهمیدن، قیامت هم نشد. هر کس یه جورایی به زندگیش داره ادامه میده. آره، متاسفانه. منم ادامه میدم، تو هم بیخیال. اینطوری اخ نکن دیگه، عادت ندارم اینطوری ببینمت. عزیز دلم، از این به بعد همه چی خیلی بهتر میشه. هیچی رو فراموش نمی کنیم، ولی همه چی بهتر میشه. باید بشه. ما هم باید اینطوری فکر کنیم و به زندگیمون ادامه بدیم. چه قلبی داری تو، خیلی نازک و شفاف، تر و تمیز و پاک، اما به همون اندازم قوی مثل آهن. تو خیلی قوی هستی، خیلی شجاعی. واسه زندگی کردن چاره دیگه ای ندارم. ممنون قربان. چطوره؟ خوشتون اومد؟ اتاق منم تو این طبقه است. هتل قشنگیه، جاشم خوبه، به همه جا نزدیکه. از این به بعد راحت‌تر میریم بیمارستان. تا وقتی یه خونه خوب پیدا کنم اینجا میمونیم. امروز دنبالش میگردم. زیاد طول نمیکشه، یه جای خوب پیدا میکنم. با کدوم پول؟ شما فکر پولشو نکنید. باید بدونیم ریشه این چشمه از کجاست و بعداً فکر کنیم. مصطفی بس دیگه، سرمونو شیره نمال. بشین اینجا بگو ببینم جریان چیه. گفتم که مامان جون، چیزای خوب داره اتفاق میفته. چرا کارو ول کردیم؟ چرا با عجله خونه رو ترک کردیم؟ چرا بازم اون ماشین زیر پاته؟ بگو به من. حالیده، مگه نمیبینی مادرت ناراحت میشه؟ بشین و مثل آدم بگو. یا شرانه یه کار جدید بهم پیشنهاد دادم. چه کاری؟ در مورد جزئیات قراره بعدن حرف بزنیم، ولی 100% کار خوب و مهمیه. دروغ نگو، راستشو بگو. تو به چه دردشون میخوری ها؟ شما که نمیخواین باور کنین، پس چرا میپرسی؟ وایسا ببینم چه نقشه‌ای داری برامون میکشی؟ درد سر برامون درستن. بابا نقشه ای تو کار نیست، ترفی گرفتم. قراره تو شرکت جدیدشون یه کار خوب بدن بهم. اگه چیز بدی میشد بهتون نمیگفتن؟ از اون خونه اونطوری میتونستیم جداشیم؟ به من اصلا اعتماد ندارین؟ این کارو نکنید، انقدر خوردم نکنید. این کارا رو میکنه تا چیزی بهش نگیم. یه چیزایی رو داره ازمون پنهون میکنه. بچه ای من اینطوری بود؟ تا حالا صداشو بلند کرده بود؟ از حرفمون سرپیچی کرده بود؟ همه اخلاق و رفتارش عوض شده، یه چیزی شده. خدا به دادمون برسه. آخر عاقبتمون رو به خیر کنه.
این ماشین کارش تمومه، فردا ببریم یه تعمیرگاه ببینه. به نظر میاد زیاد خرج برمیداره. بهتره یه جدیدشو بگیریم. دارم کاستر درست میکنم. مگه میشه؟ زحمت نکشین، من درست میکنم. میخوام یه خورده سرم گرم بشه، تو کاسه ها رو بیار. مامانش خیلی دلش واسه ملتم خانوم تنگ شده، دوتایی رفتن تو اتاقشون. به حالیده خانوم عادت کرده بودم، زن ساکت و مهربونی بود. کاش نمی رفتن. حالیده خانوم رفت؟ شما خبر ندارین؟ هیلمیه خانوم نگفتن؟ امروز ندیدمش، چرا رفت؟ نمی دونم، پسرش هم رانندگی آقا اردوانو ول کرده. مصطفی دیروز نیومد خونه، مامان باباشم از شب وسایلاشونو جمع کردن، صبح زودم اومد دنبالشونو بردشون. راستش به هم برخورد، بدون خدافزی گذاشتن رفتن. میشه تو ادامه بدی؟ خیلی خسته شدی، کارای عروسی، بعدش هم این اتفاقا، خیلی چیزا پشت سر هم اومد، مگه نه؟ ای کاش میتونستم بهتون کمک کنم. کسی چه میدونه، شایدم بتونی. سلام. سلام. بیا منیر. چه خبر؟ اندر خانم اومده؟ آره آره، با ملتم تو اتاقه. چی کار داره میکنه این دختره؟ به زور میخواد واسه مون درد سر درست کنه. حالا نمیدونی عمو چی کار کرده، همه چی رو به اندر خانم گفت. چی رو گفت؟ زنگ زدن فاطمه گل و همه چی رو، زحمت کشیده تا حدی که لازم بود بدونه، یعنی یه قسمتی که اشتباه ملتم باعث شده رو. خودکشی و اینا رو هم عالیه، حرف نداری. بذار فکر کنن چیزی رو ازشون پنهون نکردیم. عاشقت هم داداش، استراتژی درسته. تو چطور تونستی پاشی بری پیش اون دختره، با اون پسره حرف بزنی؟ چطور ممکنه این کارو کرده باشی؟ عروسی رم زهر کردی، هم واسه خودت هم واسه این خانواده. همه این اتفاقات باور نکردنیه. اگه سلیم میمرد چی؟ وای خدای من. آخ مامان، تو هم سرزنشم نکن دیگه. هرچی بگن حق دارن ملتم. تو چطور تونستی به اون آدم رو بدی دخترم؟ همیشه آدم های موفق توسط اطرافیانشون اذیت میشن، همیشه یه سری آدم هستن که میخوان بکشوننشون پایین. مگه نمیدونی بابات از وقتی وارد سیاست شده با کیا سر و کله میزنه و در مقابل کیا وایستاده؟ ولی این با اون یکی نیست، یه جور دیگه است، ولی در نتیجه مثل همونه. آقا رشاد هم بزرگترین شخص اون دهکده است، صاحب مال و منصبه، همیشه کار اوناییه که حسودی میکنه. ولی بابا وقتی خبر رو شنید اونطوری نکرد، ازشون توضیح خواست، ولی قبول کرد که یه توطئه کثیفه. دخترم اگه بابات کوچکترین شکی داشت، آیا اجازه میداد این ازدواج اتفاق بیفته؟ شما خودت اصلا شک نکردی، حتی یه بارم نگفتی نکنه. ملتم دخترم، تو سلیمو بهتر از همه میشناسی. همچین آدمیه؟ یعنی کسیه که تو شب نامزدیتون همچین کاری بکنه؟ تو که مطمئن نبودی، چرا اجازه دادی کار به اینجا بکشه دخترم؟ چرا به سلیم بله گفتی؟ وقتی اون خبر اومد، یه نگاه به شما کردم، یه نگاه به بابا، اینقدر خوشحال و راضی بودین که بعدشم به آدم های اطراف بابا نگاه کردم، فکر کردم این آبروریزی بابامو بدبخت میکنه. حق با توه دخترم. الانم که دارن با آقا رشاد شریک میشن، وقتی همه چشما به طرفشون معکوس بشه اینم فاش میشد. یعنی مامان من همش به خاطر شما این کارو کردم، فکر شما بودم. فکرای بد نکن دخترم، به خاطر یه شک زندگی تو زهر نکن عزیزم. در ضمن فکر نکن چون اینطوری میگم حرفاتو جدی نمیگیرم،
خودم پیگیر این قضیه میشم عزیزم، میفتم دنبالش فقط برای اینکه خیالت راحت بشه. باشه؟ نه، اونو بسپرین به خودم، حتما یکی پیدا میشه که واقعیتو به هم بگه. سلام، خوش اومدین. فقط لباسای آقا اردوان حاضر نیست، ما بهشون گفته بودیم که فردا آماده میشه. من به خاطر اونا نیومدم، اونا رو فردا یه نفر دیگه میاد میگیره، برای خرید اومدم. بله البته. چه جور چیزی میخواستین؟ بازم واسه کار میخواین؟ هم برای روزمره و هم برای مجلسی میخوام، چیزای شیک میخوام. فهمیدم. خدا نگهدار آیچه خانوم، به امید دیدار. روز بخیر، بفرمایید. خیلی ممنون. خب ببینم واسه شما چی مناسبه. در ضمن واسه دوست دخترم هم یه چیزایی میخوام، وقت دارم، چیزای شیک میخوام. البته. بفرمایید. چش قربان، شما بفرمایید بشینید تا من واسه سایز شما جنساتون رو آماده کنم. چی میل داری؟ قهوه میخورم. چش. باشه من حاضرم. با این قیافه میخوای بری بیرون؟ مگه قیافم چشه؟ چشات هنوزم قرمزه، مثل قورباغه پف کرده. زیاد حرف نزن، پاشو. او کشتی منو با این افسردگیت، همش زرزر میکنه، معلوم نیست چرا گریه میکنی. این کیه دیگه؟ حتما سرایدار اومده پول شارژو بگیره. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی؟ اجازه میدی بیام تو؟ نه نمیدم، حتی نمیخوام قیافتو ببینم، گم شو. آسو، خواهش میکنم حرف بزنیم. چیزی واسه حرف زدن نیست مصطفی، برو. اینا رو واسه تو خریدم، از تو چیزی نخواستم، گم شو. آسو، باید با هم حرف بزنیم، خواهش میکنم. بیا تو. این سامیه، تو پایین منتظر باش. زود بیام. آسو امشب هیچ جایی نمیره. نه بابا، بی خودی منتظر نباش، برو. پولش تو میخوای بدی؟ چی میگی تو عوضی؟ چی میگی ها؟ هی وایسا مصطفی، بلم کن، بل کن. پول میخوای؟ بگی. حالا گم شو برو. این روانی ها بپا. گم شو. حالا که از شرش خلاص شدم، حرفتو بزن. اینطوری حرف نزن، خواهش میکنم. به خاطر دیشب خیلی معذرت میخوام. من نمیخواستم ناراحتت کنم، اصلا نمیخواستم. دیروز اشتباهی فهمیدی. تو واسه من خیلی مهمی. دیشب نتونستم بهت بگم. خواهش میکنم منو ببخش. خواهش میکنم. ببین واسه تو چیا خریدم؟ نگاه کن ببین خوشت میاد. اگه خوشت نیاد یا اندازت نشه عوضش میکنم. راه خلاص شدن از پولو پیدا کردی، ولی مواظب باش، چون آدم عادت میکنه، هرچی خرج کنی بیشتر دلت میخواد، آدم همش بیشترشو میخواد. مهم نیست، از این به بعد مشکل پول ندارم، تو هم همینطور. از این به بعد همش خوب زندگی میکنم، تو هم راحت تر زندگی میکنی. چی خیلی داغه. فوت کن پسرم، فوت کن. صبونه آماده است؟ نونا رو سرخ میکردی دیگه. من گفتم سرخ نکنه، نونا تازه است، تازه است. من گفتم سرخ نکنه.
مریم سلطان بیدار نشدن هنوز؟ نمیدونم، ندیدم، حتما خوابیده هنوز. عجب، تا این موقع نمیخوابی داخل، نکنه مریض شده باشه. دیشبم حال نداشت. مگه نه، اصلا حال نداشت. دیشبم چیزی نخورد. من برم یه سر بهش بزنم. چی کار داری میکنی اول صبحی؟ بازی میکنی؟ گناهی پسرم، گناهی. زود باش بخور. مریم جون، مریم جون بیدار نشد؟ ببینم نکنه چیزی شده باشه. نیست، رفته. ای بابا، حتما رفته پیاده روی، میاد الان. چی میدونم، فقط مریض نشه، ولی هر جا میخواد بره بره. منو باش بشین سر جاد، دیگه همش رو دست و پایی. غذا تو بخور، به خدا میزنم اتا. صبح خیر. صبح خیر. حالتون چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم، خدا رو شکر. کجا میری؟ تا کاله، امینونه. بابام واسه مغازه یه سری چیزا سفارش داده. شما چی؟ من امروز رو واسه خودم تعطیل اعلام کردم، میخوام یکم بگردم. چه خوب، آدم بعضی وقتا به تفریح نیاز داره. زن داداش مقدس به مامانم گفته که دنبال خونه میگردین، یعنی میخواین از محله ما بریم؟ راستش همچین تصمیمی داریم. ایشالله که از دست ما ناراضی نیستی. نه بابا، ناراضی چرا؟ من در مورد شما هیچی به آقا محمد نگفتم، یعنی به خاطر امنیت شما فقط به سوالاتی که میپرسی جواب دادم. عزیزم اصلا به این فکر نکن، خیالت راحت باشه. حرفای شما رو نشنیده نگرفته. در مورد قضیه یاشارانا پرسجو میکنه. به نظر من شما هم ازشون نترس. هر مشکلی که باشون دارین راحت بگیر. آقا محمد هم بهتون کمک میکنه. ما حل کردیم، یعنی راستش هیچ مشکلی وجود نداره، داریم حل میکنیم. باشه، اینجا خیلی سرده، نمیتونم دیگه بیرون بشینم، بهتره برم تو. فعلا خدافظ. خوش بگذر. ممنون. فاطمه گل میبینی تو رو خدا، برای اینکه با ما سر یه میز نشینه نمیاد. قدر نشناسه این، قدر نشناس. صبح بخیر. مریم خانم رفته پیاده روی. واقعا؟ بیا یه چایی بخور. نه، من میرم تعمیرگاه دنبالشون که زودتر بیان ماشینو ببرن. صبح خیر. خیال بابا، بیا بشین تو. یا بخورم میرم. غذا تو بخور دیگه. اون چیه دسته؟ هیچی. بده من ببینم. این چیزی کثیف از کجا پیدا کردی؟ من پیداش کردم. تو آلاچیق جلوی خونه آویزون بود. از اونجا برداشت. من از تو خونه دیدم. عجب. همش تو جیبش نگه میداره. کلک زدم بهش. بده به من، بده. ایوا، من اینو میشناسم. این دستمال گردن مصطفی نیست؟ آره، منم یادم اومد، فاطمه گل داده بود بهش. این از کجا اومده اینجا؟ گفت دیگه، فاطمه گل از جلوی خونه پیداش کرده. بیادش. کجا بودی تو دختر؟ لباسا رو انداختم تو ماشین. سیز شدم. برو دست صورتتو بشور. برو.
منم بخورم بعدم میخونم. خراب شده اون پسرم، خراب شده. ماشینمونو میخوام. تازه شو میخریم. اونم کریم جون میخره دیگه. بریم تو بریم. خیلی خوشگلن مگه نه؟ غذا دادن بهشون لذت بخشه. خوبه خونه جدیدمون حیاتش مثل اینجا باشه. اونجا هم یه قفس مثل این درست میکنیم. پرنده میخریم. بازم بهشون غذا میدی. در مورد آینده برنامه‌ریزی نکن. مخصوصا در ارتباط با من اصلا نکن. هر جا بریم و هر جا که زندگی کنیم بازم من و تو زندگی هم وارد نمیشیم. در مورد خودت هر طور دوست داری فکر کن، ولی منو قاطی نکن. مخصوصا این کارو میکنی. به زور خودتو مجبور میکنی با من بدرفتاری کنی. چون خوش رفتاری با تو خیانت به خودم. چشمت روشن. خب آورده دیگه. آره عجیبه. برو بیرون مصطفی، مگه دیوونه شدی؟ تو مگه کار دیگه ای نداری؟ عقلتو از دست دادی؟ نمیتونی اینجا بشینی؟ برو بیرون منتظر همینجا باش. همینجا خوبه. ای بابا دیگه شورشو در آوردی. بهت میگم برو بیرون، اگه آقا رشاد ببینه منو دعوا کنه. نمیگه نگران نباش، اون دوستمه. اتفاقا اگه ببینه منو بیرون منتظر گذاشتی دعوت میکنه. نه اینطوری نمیشه. نگهبانو صدا میکنم. صبح بخیر. چیزی شده؟ من همین الان میخواستم نگهبانو بگم بیاد. چی شده؟ راننده آقای اردوان مصطفی، وقتی اومدم دیدم تو اتاقتون نشسته. هر کاری میکنم نمیاد بیرون. یه قرار ملاقات داشتم باهاش، مشکلی نیست. من تو اتاقم هم. تو هم بیا. این کارا یعنی چی؟ صبح بخیر. تموم ارتباطت با شرکت قطع شد. اینجا چی کار داری؟ باهاتون حرف دارم.
دیروز همه حرفمون رو زدیم. آره، ولی بعدش که فکر کردم به شما هم حق دادم. پول واقعا خیلی مهمه. زندگی مرفه، همه چی خیلی مهمه. بزرگترین جایزه ای که آدم میتونه به خودش بده زندگی مرفه. ول کن این حرفا رو، برو سر اصل مطلب. بیشتر از اون چیزی که به هم دادین میخوام. منم میخوام مثل شما بدون حساب و کتاب زندگی کنم. میخوام مثل شما لباس بپوشم و سوار ماشینای لوکس بشم. اینجا صداتو بلند نکن. میخوام تو خونه های مثل مال شما زندگی کنم. فهمیدین؟ میخوام حق و حقوقم با مال شما مساوی باشه. یه ذره پول دیوونت کرده. بیشتر از این میکشتت. بهشتم آدم های پولدار را نمیده. من خیلی جدیم آقای رشاد. میخواستم رشاد یا شاران رو ببینم. قرار ملاقات دارید؟ نه ندارم، اما باید ببینمش، ضروریه. الان یه ملاقات دارن، بفرمایین بشینین. شما بهش بگین من اومدم، اون ملاقاتشو ول میکنه میاد. منم میخوام مثل شماها بگردم. به جز پول چه فرقی بینمونه؟ دیروز اینطوری باهات معامله نکردیم. بهت گفتم که اگه پیشنهادم رو قبول نکنی چه بلایی سرت میاد. همش رو تک تک بهت گفتم. در ضمن هیچکی به هیچکی چیزی نبخشید. خرید و فروش کردیم. اگه من تو این اتاق شرفم رو فروختم، ارزش اون یه چمدون پول نیست. چیه؟ قربان، مریم آکسوی اومدن. گفتن اگه ابننه بگم میشناسید. نمیخوام انقدر ناتوان باشم مامان. نمیخوام انقدر ازش دور باشم. نمیخوام همش ساکت بشینم و آدمی باشم که ازم نفرت داره. ای کاش یه امید داشتم.
میدونم هیچ وقت منو نمیبخشی، هیچ وقت گذشته رو فراموش نمی کنی. هیچ وقت منو دوست نخواهی داشت. با این وجود بازم میخوام یه امید کوچیک داشته باشم. هیچی. برای چی میخندی؟ یه چیزی یادم افتاد. اگه دیوونه شدی خدا شفات بده. دیوونه، دیوونه، فاطمه گل مرادو میبرم مدرسه، میام بعدش با هم میریم بازار خرید، باشه؟ باشه، به خدا میسپارمت پسرم. بیا بریم. خدا حافظ همه جون. بفرمایید بشینید. راحتم. سلام زهرا خانم. بیا ایوب. مصطفی هنوز داخله؟ آره، صبح که تو اتاق دیدمش حسابی جا خوردم. اومده نشسته تو اتاق آقا رشاد، میگم بیا بیرون، گوش نمیکنه. برم تو؟ نه، آقا رشاد گفت اشکالی نداره. دیگه نمیدونم. سلام. مریم خانوم، درسته؟ شما خیلی خوب میدونین من کی هستم. از این طرف بفرمایید. آقا رشاد، میخواین ایوب در مورد مصطفی دخالت کنه؟ نه زهرا، جلسه آقا منیر هنوز ادامه داره. بفرمایید. چایی بفرست یا اصلا ولش کن. شما میتونید برید.
عموم الان میاد، احتمالا قرار ملاقات داره، زیاد طول نمیکشه. مهم نیست طولم بکشه، من منتظر میمونم. به هر حال تا جوابمو نگیرم از اینجا نمیرم. جواب تو اینجاست تو گاف صندوق. میدونی که اسلحه پیش عمور، عمورو که میشناسی. خیلی خوب، چند ماهی میشه شما رو ندیدم، درسته؟ خیر باشه، چه کمکی از دستم برمیاد؟ برای من فیلم بازی نکن رشاد یا شرام، خودت خوب میدونی برای چی اینجا. نه باور کنی نمیدونم. شارلاتان بازی بخشی از وجودت شده، از همه تون متنفرم. صبر کنین، این چه طرز حرف زدنه؟ گفتم برای من فیلم بازی نکن، همه چیو میدونم، همه چیو. پسر تو، برادر زاده تو، اون عوضی دیگه، خوب میدونم چه بلایی سر فاطمه گل آوردن. آخرشم به هم گفتن چه بازی کثیفی انجام دادی کریمو، چطوری بازی چه یه کار کثیفتون کردی. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باشین، آروم باشین، بشنین حرف بزنین، منم حرف دارم، بفرمایید. موبایلتون رو جواب بدین. مریم جون. جونم عزیزم. کجایی؟ نگرانت شدی؟ چیزم، بیرونم عزیزم، اومده بودم پیاده روی، بعد یه جایی نشستم. دست درد نکنه، بهم میگفتی منم باید میومدم. آخه صبح زود اومدم، شما خواب بودین. باشه کارامو بکنم اگه همونجا بمونی. زحمت نکشون، باید برم یه جایی، بعدش میام خونه. باشه عزیزم. باشه. خب دیگه میبوسمت، خدافظ عزیزم. کجا بود؟ نمیدونم، میگه یه جایی نشستم. کار همیشگیشه دیگه، ول میگرده. ظاهران کسی نمیدونه اینجا هستیم. هیچ ربطی به تو نداره. که چی؟ هرچی شنیدی درسته. آره اون داستان شرم‌آور حقیقت داره. لطفاً بشینین حرف بزنیم، لطفاً، لطفاً بشینین حرف بزنیم مریم خانم. اینجا رو تمیز کن، منم برم سراغ اتاقا تا زور تموم شه. من میرم سر کار، شب میبینم اتون. مریم جونت هم تو ساحل نشسته، شاید سر رو ببینیش. فعلا خداحافظ. برو به سلامت. چیزی برای آشپزخونه نمیخوای فاطمه گل؟ نه قراره با داداشم بریم خرید. باشه خداحافظ. دختر بدرقش کن، خوب زشته، چشمش به دهنت، یه کلمه حرف بزنی. چیه؟ مگه من چی گفتم؟ چه
نمیدونم برادر من، زنی که یه دفعه پیدا شد دارن تو اتاق با داد و فریاد بحث میکنن، مطمئنا فهمیده. حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم پسر، از یه طرف مصطفی، از یه طرف نامادری کریم، نمیدونم از کدومشون بترسم. لعنت به این شام. بشقاب تو برداره؟ ببین منو، سعی کن با هم روبرو نشن، حواست باشه. اطاعت میشه عزیزم، تو فقط بشین دستور بده. چیزی شد زنگ بزن. سالم بمونم زنگ بزنم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبحونه خوردین آقا وورال؟ بگم یه چیزی آماده کنم. آره خوردم، ولی یه قهوه میخورم. اونم تو اتاقم میخوری. چی شده پسر؟ باز اوضاع به هم ریخته. چی؟ چطوری؟ خوش اومدی وورال. صبح خیر، خیلی ممنون. صبح خیر. رفاقتتون ادامه داره؟ چی کار کنیم؟ مجبوریم دیگه. چه خوب. میریم تو اتاق من. فعلا. مرتم کجاست؟ یکم پیش رفت هوا خوری. لمان ببین کی اومده. لمان ببین مرتم اومده. آه مرتم جون خوش اومدی. این وقت صبح مزاحمتون شده. آه این حرفا چیه عزیزم؟ به خاطر خبرنگاره نمیتونم از خونه بیام بیرون، گفتم حداقل دو تا آدم ببینم. کار خوبی کردی. من یه دوش میگیرم الان میام، باشه؟ بیا عزیزم بفرما بشین. خب سلیم چطوره؟ هر روز بهتر از دیروز، ولی خب روحیمون افتضاحه، میدونید که. آسون نیست، خون ریزی معده داشته. خودتونم میدونید خون ریزی معده نداشته، کم مونده بود به خاطر اون دختر خودشو بکشه. کدوم دختر؟ فاطمه گل. وورال گفت خبر داری؟ ولش کن، اون دختر دیوونه است، ارزش حرف زدنم نداره. من موندم شما چرا انقدر این موضوع رو بزرگ میکنی؟ شمسی جان لطفاً یه قهوه برای ملتن بیار، من الان میام. الان درست میکنم. حالا دیوونه یا عاقل، به هر حال آرامشمونه به هم زدی. شکر؟ نه، هممون پریشون شدیم. حق با لمانه، خیلی بزرگش کردین. اون دختر یه فرصت طلبه که میخواد پولی به جیب بزنه. اینطوری فکر میکنی؟ ولی من در مورد بعضی مسائل بهش حق میدم. منو باش، اتاق منم یه دستی بکش، زیر تخت و همه جارو. این حلقه خیلی قشنگه. ممنون. خواهش میکنم رو دستتون امتحانش کن. خیلی قشنگه، بهت میاد. الو بفرمایین آقا امین. باشه باشه، تو راهم، یکم دیگه کارو شروع میکنم. باشه حتما. این یکی هم بدم خدمتتون، بفرمایید. امتحانش میکنم. آقا کریم.
زن داداش. دختر بیا ببین چی پیدا کردم. اینجا چی کار میکنی؟ بیا بیرون. زیر بالش پیداش کردم. عشقت زیر بالش قایمش کرده بود. اخ بس دیگه. دختر ننداز. اگه شب ببینه نیست چی میگه؟ فکر نمیکنه اومدی اتاقش رو زیر اون رو کردی دیوونه شدی؟ میبینی منو تو چه وضعی انداختی؟ بیا بیرون. اینو بزنم سر جاش نفهمه. مفتنی منو چرا برداشته؟ این مسخره بازیه چیه؟ معلومه بیچاره عاشق زنشه. زنش ذلیلشه. فیلم بازی نکن خوشت میاد. زن داداش دست بردار. دختر مگه چیه؟ خب تو خلوت خودش دوستت داره، تو رود که نمیگه. تو رو مجبور میکنه کاری بکنی؟ نه، بس دوستت داشته باشه. برای من قصه سرهم نکن رشاد یشران. مجرما رو مخفی کردین، خونوادمون رو تهدید کردین. کسی رو مجبور نکردین. اول زن داداش دختره پیشنهاد کرد، گفت اگه فلان مبلغ رو بدین ساکت میشم. منم پول دادم. باید چی کار میکردم؟ حتما باید میگفتم پسرم رو بندازین زندان؟ میگفتی؟ من گفتم. تو به این خاطر با خیال راحت میگه چون میدونی کریم کاری نکرده. ببین خودت هم میدونی کریم کاری نکرده. ولی اون بچه از همون اول همینو میگه. یه لحظه اونم اونجا بود. اگه مسئله بوده اونم به اندازه بقیه مقصره. بعدش هم دختره رو اول کریم گرفته، همشون اینو میگه. حالا هرچی، اگه من بودم مستقیم میرفتم سراغ دادستان. همه تون برین دعا کنین، برین دعا کنین که فاطمه گل برای این که اون بلاها دوباره سرش نیاد سکوت. خیلی خوب دیگه، گوش کن چی میگم. شما هم دست از سر ما برمیدارین. به اون پس فطرت بگو، به اون کسافتی که تو راه را داره حرفمونو گوش میده بگو، از بچه ها فاصله بگیره. شنیدی؟ دلشو به پولایی که توشون غرق شده خوش نکنه. ببینید بهتون اطمینان میدم، من بعدن از اون گند کاری با خبر شد. حتی اگه یه نفر از دورم بخواد مزاحم ما بشه. خیلی خوب، فوراً نامه‌ای رو که نوشتم میبرم تحویل دادستان میدم. اگه بلایی سر من بیاد، اون موقع سر کارتون فقط و فقط با قانونه. فهمیدی؟ بهتون قول میدم، قول میدم هیچ کس مزاحم شما نمیشه. منم نمیخوام آرامشمون به هم بریزه، باور کنیم. اصلا برام مهم نیست تو چی فکر میکنیم. حق با توه. ولی دیگه تموم شد دیگه. بیا. من با تو دست نمیدم. من نیومدم اینجا که با تو معامله کنم، اومدم بگم حواستونو جمع کنیم. بازم تکرار میکنم، من مثل اونایی که ساکتشون کردی نیستم. من شبیه هیچ کس نیستم. اگه یه نفر از طرف شما باعث مزاحمت ما بشه، همونطور که گفتم میرم تموم کاراتونو دونه بدونه تعریف میکنم. الان دوتا قرارداد جرمه. آره، هر دوشون هم در کل مثل همه. البته شاید لازم باشه تغییرات جزئی روشون انجام بدیم. بس دیگه، چقدر طولش میدیم؟ مصطفی یه لحظه صبر کن 5 دقیقه دیگه بهتون زنگ میزنم. خدا نگهدار. برای چی معطل میکنه؟ چرا دست به سر میکنه؟ بابا جلسه داره، از کجا میدونست که شما تشریف میارین؟ بیا بشین. بشین. من خیالم راحته، شما هم راحت باشه. من حرفای لازم زدم، غیر از اون باشه دیگه تقصیر من نیست. از این به بعد خودم ضامن آرامشتون. در ضمن اگه تصمیم به فروش زمیناتون داشته باشین، به هر حال به اینجا نقل مکان کردیم، ممکنه مشکل مالی داشته باشین، رو من میتونین حساب. زمینای منو میگی؟ اونا رو تو خواب میبینی؟ انقدرام ساده نیستم. خیلی خوب گفتم، اگه یه روزی. هیچ وقت، محاله. خیلی خوب. بیا تو ما زخرف نگو.
خوب پیدا کردی. خدا لعنتتون کنه. به کارمون برسیم. دختره یه داستان تعریف میکنه، کریم یه داستان دیگه میگه، بچه های خودمونم که کلن یه چیز دیگه میگن. من موندم کدومو باور کنم. دست بردار ملتم. حداقل پیش سلیم این حرفا رو نزن. تفلک تو شرایطیه که ممکنه دیوونه بشه. منم مثل اونم. تو خونه کسی نمونده، برای همین اومدم با شما حرف بزنم. از یه طرفم فکر میکنم اگه دختره اینقدر از خودش مطمئن نباشه، چطور جرأت میکنه به من زنگ بزنه؟ اونم درست روز عروسی. معلومه روز عروسی زنگ میزنه ملتا. از همون اولم دنبال این بود که اوضاع رو به هم بریزه. بالاخره به هدفش رسید. اصلا اگه حرفای دختره درست باشه، نامزد سابقش میامد راننده اردوان بشه؟ فکر اینم بکن. قابل اعتمادترین آدم اردوان مصطفی است. خانواده پسرم پیش اینا کار میکنه. مصطفی نامزد سابقشه؟ آره. مگه نمیدونستی؟